هنرمند خوب کشورمان حامد نیکپی که مهمان برنامه این هفته رو بود این هفته بود دیگه الان معرف حضورتون هست همونطوری که در مصاحبه اشاره کرد سالهای سال از مادرش دور بود و دوری از مادر یکی از بزرگترین دردهایی بود که در دوران زندگی خودش خارج از کشور متحمل می شد مادرش بالاخره تونسته بود بعد از سالیان سال بره دیدنش و پهلوش باشه عکسی رو حامد یک نکته ای رو من اشاره بکنم وقتی یک هنرمند عکسی رو از یک زندگی شخصی خودش از یک داستان کاملا خصوصی یک یه چیزی که توی وجود مال خودشه با هن... با طرفدارانش با دوستدارانش با شماها تقسیم میکنیم به خاطر اعتماد علاقه و عشقی که به شما داره به خاطر اینکه شما رو مثل اعضای خانوادش میدونه برای اینکه شما رو به خودش نزدیک میدونه دلیلش فقط به فقط اینه و به این دلیله که این لحظات رو با شما تقسیم میکنن خدمتتون ارز بکنم که عکسی رو از مادر خودش این عکس رو گذاشته بود و زیر این عکس این مطلب رو نوشته بود دردت پسرم که اومدم خونه دیدم از بس منتظرم موندی از استودیو برگردم گوشی موبایل رو صورتت خوابت برده مادرم عاشقتم و بس یعنی واقعا مطلب تاثیرگذار و قشنگیه راجب مادر ولی متاسفانه یه تعدادی فرار مغزها وجود دارن که آدم نمیدونه چی بگه راجبشون زیر این عکس من اسم همه این دوستان و طرفداران رو در واقع میگم که در سبرتی باشه براشون مسخره کردن مادر یک نفر رو به خاطر پوشیدن روسری که اون هم حالا بخ... میتونه به... خاطر سرما یا به هر دلیلی میتونه باشه و اصلا به کسی ربطی نداره فکر میکنم یکی از غیر قابل قبول ترین کارهای ممکن است آقای مجید جی اس ام 4483 فرمودن که با روستری میخوابه و خدمتون عرض بکنم که خانوم بهنوش فو که نمیدونم بهنوش فو فرمودن که وای چه ناز با روستری میخوابن چه با هجابن مادرتون بعدا هم یه نفر اومدن اعتراض کردن بهشون بعد گفتن هر کس آزاد نظرش رو بده فکر نکنم به شما مربوط باشه ارزم به خدمتتون که نظر دادن با توهین کردن یک معقوله کاملا خدا رو شکر این آزادی بیان اونقدرها معنی و مفهوم نداره من چه که کاری کرده ارزم به خدمتتون که یکی دیگه از دوستانم هم... به تعداد زیاد متاسفانه یه خانومی هم به نام همراز تهرانی گفتن با روسری میخوابن چه با حجاب تو خونه با روسری بالا خدمتتون عرض بکنم از این اعتماد هنرمندا سوء استفاده کردن و توهین و بی احترامی یا حرفهایی زدن که دلشون رو میشکونه یا حتی ممکنه مادرشون این عکس رو یا این کامنت ها رو ببینه و دلش بشکنه واقعا جا نداره و من نمیدونم واقعا چه جوری میتونم راجع به این قضیه صحبت بکنم میدونم که همه شما بیننده های خوب برنامه ما و همینطور هموطنان عزیزمون با مرامین هنر دوستین و هنرمندانتون رو ارزش و احترام باشون برخورد میکنیم برای یه حال دادنم شده صفحه اینستاگرام حامد حامد نیکپی اندرلاین آفیشیال برید یه حال بهش برید الان ازتون خواهش میکنم یه حال بهش برید